نام خدا و سلام بر شما با مجمع خبری ساعت 8 از آریانا نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه 19 اسد سال 1401 هجری خورشیدی است. سرخط خبرها. اعتراض شهروندان کشور بر ضد حمله هوایی آمریکا، معترضان میگویند این حمله خلاف موازین بین المللی است. در امریکا به حق تجاوز او تعرض پر ضد دی چه در افغانستان پر هوایی حریم کردی. گزارش تازه سیگر در مورد سرقت پول توسط اشرف غنی. اشرف غنی از 56 سوال تنها با 5 سوال پاسخ داده است. با اشاره به پیدا شدن پول های نقد در صحن ریاست جمهوری گفت که آن پول ها از دارایی های شخصی آقای غنی و رولا غنی بود. آغاز کار بیش از 600 پروژه. این پروژه ها 112 میلیارد افغانی هزینه برمی دارد. و تصویب عضویت فنلند و سویدن به ناتو توسط بایدن. مشروع خبرها، من داریوش احمدی هستم. صدها تن از صرافان در ولایت‌های کابل، هرات و ننگرهار در واکنش به حمله هوایی آمریکا بر خاک افغانستان دست به تظاهرات زدند. این مظاهره کنندگان با سر دادن شعارهای ضد آمریکایی این حمله را خلاف قوانین بین المللی دانسته و از کشورهای همسایه نیز خواستند که اجازه ندهند طیاره‌های آمریکا با عبور از حریم هوایی آنان حملات را در افغانستان انجام دهند. از کابل تا هرات و از هرات تا ننگرهار امروز صرافان در واکنش به حمله هوایی اخیر امریکا دست به اعتراض زدند. این مظاهره کنندگان با شعارهای ضد امریکایی میگویند که برای دفاع از تمامیت ارضی کشور از نظام کنونی حمایت میکنند. اینان از کشورهای همسایه نیز میخواهند که اجازه ندهند تا طیاره‌های بی پیلوت امریکا با عبور از حریم هوایی آنان عملیاتی را در افغانستان انجام دهند. مظاهره کنندگان از سازمان‌های بین المللی میخواهند که نگذارن امریکا در افغانستان به یک جنگ دیگر دامن بزند. با امریکا به حق تجاوز او تعرض پر ضد دی چه در افغانستان پر هوایی حریم کړی دی. امریکا جمع غربیان، جمع ناتو، ټول هغه څوک چه در افغانستان د ملت پر ضد وي، زموږ پر خاوره باندې تعرض کوي، زموږ خلک را وژني، زموږ کلي را خرابوي، زموږ وطنونه را خرابوي، د هغو پر ضد موږ دغه احتجاج کړی دی. په دې خلکونه نامطلوب جنگ دی نور نتا میلاوی. مون با عزت خلقیو، مون دی افغانستان دی خلقو دی پارا یو سول غوارو، امن غوارو، ازادی غوارو، ترکی غوارو، پیشرف غوارو. نو دی انگیوالان ملگرو کوم پیخا چی زمون پا قلم رن بانده کوم تجاوز شاده دا تجاوز تو دی افغانستان ولس محکوموی. من دیده تجاوزتا او مرد بات وایو. مظاهره کنندگان همچنان میگویند که نباید جامعه جهانی نسبت به حملاتی که در افغانستان انجام می شود سکوت اختیار کنند. اینان از جامعه جهانی می خواهند که برای احیای اقتصاد افغانستان کاری کنند و همه کشورها بر آزادی و حاکمیت ملی افغانستان احترام گذاشته، زیرا بی ثباتی در افغانستان بی ثباتی در منطقه و جهان را در پی خواهد داشت. آرزو و دغه د ټول دنیا څخه چې د افغانستان استقلال ته د استقلالیت په نظر وګوري، افغانستان ته د نور دا موقع نور کوي چې افغانستان بیا په مشکلاتو کې پیش دی. د افغانستان مشکل به په سیمه کې مشکل را پیش کړي او په نړۍ کې به مشکل را پیش کړي. آرزو مې دغه ده چې هر هغه څه چې توافقات سوي د افغانستان د اسلامي امارت سره، هغو توافقات ته دي ټوله دنیا وګوري او د افغانستان ټوله هغه حریت ته په نظر کې وګوري. جای بسیار تاسف است گوسای نهایت گرامی، کشوری که عامی بشر خود میدانه در تمام جهان قتل مردم توسط خودش صورت میگیره، مانند افغانستان، عراق، سوریه، لبنان و فلسطین. یک کشوری که عامی بشر خود میگیره و بشر نمان مرد به امریکای خائن. در هرات هم صرافان به جاده ها برآمدند
و صدای مخالفتشان را با حمله هوایی امریکا به خاک افغانستان بلند می کنند. این گرده امایی امروز ما به خاطر تقوی از حمال زشت از اینا هست. ما از امریکا و همپیمانانش می خواهیم که دیگه دست از لشکرکشی و بغاوت علیه ملت مظلوم ما بردارد. چنانچه درسی در از قدیم و از حال بر تمام اول قدرت ها داده شده که افغانستان گورستان از اینا هست و خواهد بود. نیاز اصلی مردم افغانستان برای پولای مسدود شده ایه که این پول تک تک این ملته. هرچی آجیل کسایی که مسئول در راستا باید این پول آزاد بشن، به نوع بانگیری هایی که حالا صورت گرفته برای حکومت هم شمول اینا باید خاتمه پایان بکنه. در ولایت های شرقی کشور هم صرافان دست به اعتراض زدند و خواهان قطع این گونه حملات شدند. این معترضان میگویند که امریکا با حمله بر خاک افغانستان تمامی اصول و موازین بین المللی را زیر پا کرده است. اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش نهایی خود از تحقیق درباره درستی یا نادرستی موضوع سرقت میلیون ها دلار توسط رئیس جمهور سابق افغانستان نوشته است که وکیل مدافع اشرف غنی از 56 سوال این نهاد تنها به 5 پرسش پاسخ داده و این جواب ها نیز از طریق وکلای او به سیگار ارائه شده است. وکیل اشرف غنی در پاسخ به سوال در مورد پیدا شدن پول ها در صحن ارگ ریاست جمهوری در روز سقوط جمهوریت گفته که این پول ها مربوط به دارایی های شخصی وی بوده است. یک سال پس از سقوط دولت پیشین و فرار اشرف غنی از کشور، هنوزم پرسش های زیاده در مورد چرایی فرار رئیس جمهور و اتهامات سرقت پول نسبت به وی به پرسش و در عالم ابهام قرار دارد. بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در تازه ترین گزارش خود گفته که رئیس جمهور پیشین افغانستان از مصاحبه با این اداره در مورد اتهامات سرقت پول و چرایی سقوط نظام پاسخ رد داده است. در گزارش این اداره آمده است وکیل آقای غنی که قرار بود به پرسش های این اداره پاسخ بدهد از میان 56 سوال تنها به 6 سوال جواب داده و 50 سوال دیگر را به پاسخ مانده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان تقاضا برای مصاحبه را رد کرد، اما از طریق وکیلش از میان 56 پرسش مطرح شده از سوی سیگار تنها به 6 پرسش پاسخ ارائه کرد. وکیل آقای غنی با اشاره به پیدا شدن پولهای نقد در صحن ریاست جمهوری گفت که آن پولها از دارایی‌های شخصی آقای غنی و رولا غنی بود که در صحن ریاست جمهوری باقی مانده بود. دکتر اشرف غنی ظاهراً ماموریت داشت و یک بخش منافع ایالات متحده امریکا را در منطقه مدیریت میکرد. ضمن تمام عمل کردی آن به نوع تحت نظارت قرار داشت. یعنی به صورت قطع نمیتواند از اختلاس هایی که انجام شده و تخطی هایی که صورت گرفته آنها را کتمان کند و یا از آن شانه خالی کند. سیگار گفته است احتمال قوی وجود دارد که میلیون ها دلار در جریان هرج و مرج از ریاست جمهوری افغانستان و ریاست عمومی امنیت ملی مفقود شده است. بر اساس گزارش قبلی سیگار، پس از آن که اشرف غنی و همراهانش ارگ را ترک کردند، بیش از 5 میلیون دلار در ارگ باقی مانده بود و کارمندان اداره محافظت ریاست جمهوری به آن دست یافتند و بر سر تقسیم آن با هم جنجال کردند. دلیلی که ایشان نمیتونند از 56 سوال سیگار به حداقل 6 سوال پاسخ بدن، واضح هست که ایشان پاسخ مقنع و پاسخی که حداقل قناعت جامعه جهانی، قناعت مردم افغانستان و قناعت دنیا را فراهم بسازه نداره و تاریخ در مورد از این حتما قضاوت را خواهد بکنه. بر اساس مصاحبه ها با شاهدان عینی در این گزارش، سه هلیکوپتری که برای فرار اشرف غنی اختصاص یافته بود حداقل وزن قابل حمل را در خود داشتند که برخی از آن وسایل شخصی و بعض آن حاوی پول نقد بود. با گزارش سیگار، مقامات ازبکستان پس از نشست هلیکوپترهای مقامات پیشین افغان تمامی وسایل، تسلیحات و حتی اشیایی را که در جیبهایشان داشتند تصویر برداری کردند.
شرکت انکشاف ملی میگوید که کار 692 پروژه ارزش 112 میلیارد افغانی را در کشور آغاز کردند. به گفته مسئولان این شرکت، پس از روی کار آمدن امارات اسلامی، کار 55 پروژه ساختمانی تکمیل شده و 26 پروژه دیگر و بهره برداری سپرده شده است. آغاز تطبیق پروژه های بزرگ کانال قشتیپه، مدیریت منابع آبی از دیگر دستاوردهای شرکت انکشاف ملی محسوب می شود. همزمان با این، اداره ملی استاندارد می گوید که در یک سال گذشته 2 میلیارد افغانی عواید داشتند و نخواهند گذاشت نفت بی کیفیت وارد کشور شود. نهادهای دولتی یکی پس از دیگر گزارش کاری یک سالهشان را زیر نام حسابدهی دولت به ملت ارائه می کنند. این بار شرکت انکشاف ملی از فعالیت‌ها و دستاوردهای یک سالهش گزارش می دهد. این شرکت می گوید کار 692 پروژه که ارزش مجموعی آن به 112 میلیارد افغانی می رسد در کشور آغاز شده است. در افغانستان اسلامی امارات پراتک سرا ملی فراختیا شرکت په ټوله کې 55 پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. شپږ دېرش پروژې چارې بشپړې او ژر به خپلو مالکینو ته وسپارل شي، او هم اوس مهال 15 لویې او مهمې پروژې تر کار لاندې دي. به گفته مسئولان این شرکت، کار پروژه های قشتیپه 4.47%، دریاچه نمک آب تخار 50%، کانال آبترک خشک 69%، کانال آبیاری بند مچلغو 23% و آبگردان فراهم 73% پیش رفته است. از لحاظ کادری شرکت انکشاف ملی ظرفیت های خیلی بالا را داره که ما نمونه کاری ما اگر ما ارائه بکنیم، در بسیار کارهای بزرگ کشور که در گذشته توسط خارجی ها صورت می گرفت، ما تماما از منابع داخلی استفاده کردیم و موفق هم بردیم. در کنار مدیریت منابع آبی، زراعت، ساختمان و تولید، این شرکت می گوید 1,227,326,000 افغانی از بابت مقروضیت شرکت های قراردادی همکار را پرداخت کرده است. بودجه ازی عموما از طرف امارات اسلامی افغانستان است، یعنی همی فعلا که جریان داره و این زمین تمویل میشه. همزمان با این، اداره ملی استاندارد هم اینجا در مرکز رسانه های حکومت فعالیت و دستاوردهای یک سالش را ارائه میکند. این اداره میگوید در یک سال گذشته 2 میلیارد افغانی عواید داشتند و تلاش های این اداره برای کنترل جدی مواد نفتی و خوراکی ادامه دارد. د کیفیت برخه کې څومره ډاډه اوس موږ کوشش کړی ده، هڅه مو کړی ده چې خاص کر د نفتي موادو د بې کیفیت شیانو د واردولو مخه ونیسو، او تر ډېره بریده الحمدلله کار سوی ده. موږ درته یادونه وکړه چې تقریبا ډېر زیات تیل مو منفي کړي دي، په دې برخه کې او بیرته مسترد کړي دي. بیشتر وزارت های انرژی و آب، کار امور اجتماعی، معادن، زراعت و مالداری، اداره خط آهن و شرکت برشنا فعالیت ها و دستاورد هایشان را با مردم شریک ساختند. ادامه خبرها پس از وقفه. ادامه خبرها. نماینده خاص چین در امور افغانستان در سفرش به کابل با سرپرست وزارت خارجه کشور دیدار و گفتگو کرده است. سخنگوی وزارت خارجه می گوید که یوشیا یونگ در دیدارش با امیرخان متقی در مورد بهبود روابط دیپلماتیک میان دو کشور، دوام کمک ها و تقویت همکاری های اقتصادی با افغانستان تاکید کرده است. آقای متقی در این دیدار از صدور ویزا برای تاجران افغان از سوی چین استقبال کرده و از نماینده آن کشور خواسته تا زمینه صادرات محصولات افغانستان را به چین فراهم نمایند. نماینده خاص چین در امور افغانستان که به تازگی به کابل آمده است، روز سه‌شنبه با سرپرست وزارت خارجه کشور دیدار و گفتگو کرده است. یوشیا یونگ در دیدارش با امیرخان متقی روی بهبود روابط دیپلماتیک میان کابل و پکن، دوام کمک ها و تقویت همکاری های اقتصادی با افغانستان تاکید کرده است. سخنگوی وزارت خارجه در رشته توییت‌های نوشته که در این دیدار امیرخان متقی از صدور ویزا برای تاجران افغان از سوی چین استقبال کرده و از نماینده آن کشور خواسته که زمینه صادرات محصولات افغانستان را به چین فراهم نمایند.
وزیر امور خارجه از آغاز روند صدور ویزا برای تاجران افغان در کابل توسط حکومت چین تشکری کرد و این اقدام را برای تجارت دو جانبه میان افغانستان و چین مفید خواند. آقای متقی از هیئت چینی خواست تا زمینه صادرات محصولات افغانستان را به چین فراهم کند. همچنان نماینده ویژه چین پیشرفت‌ها در روابط دو جانبه با افغانستان را خوب توصیف کرد و تاکید نمود که چین می‌خواهد میوه‌های خشک و تازه افغانستان را علاوه بر جلغوزه به چین بفرستد و از این طریق به اقتصاد ملی افغانستان کمک کند. نماینده چین برای افغانستان همچنان گفته است که هدف سفرش به کابل پیگیری توافقات میان وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در شهر تونگشای چین و توافقات وزیر خارجه چین و افغانستان در تاشکند بوده است. همچنان این مقام چینی با سرپرست وزارت دفاع ملی دیدار کرده است و در این دیدار بر همکاری‌های دو جانبه تاکید شده است. محمد یعقوب مجاهد با نماینده چین در امور افغانستان گفته است که سهولت‌ها را در بخش سرمایه‌گذاری فراهم خواهند کرد. د چین سره زمونږ دو درې مسالې چې یو د معدن او د مرمرو خبره ده، یو د ماربل د ماربلو او بل د تلکو مشکل مسله ده چې زیاته علاقه هلته موجوده ده. که چېرته دا پروتوکولونه او دا کار سره وشي، موږ په زورونو ټنه تلک چین ته اوسې پاکستان ته وړو، پاکستان بیا په خپل نامه باندې چین ته وړي. نو د دې په خاطر باندې که چین دلته علاقه پیدا کی او دلته سرمایه گذاری وکي او یاد از موږ صادراتو ته د شمال د لارې نه اجازه ورکړي چې د ریل په واسطه باندې چین ته انتقال شي، نو په صادراتو کې به هم ډېر زیاتوالی راشي، خصوصا په تلکو کې. چین از جمله کشورهایی است که از آغاز حاکمیت امارات اسلامی روابط خوبی با دولت جدید افغانستان داشته و همواره بر تعامل و همکاری های منطقه و جهان با امارات اسلامی تاکید کرده است. چین باعث یک کشور صنعتی و همسای نزدیک افغانستان و باعث یک کشور برقدرت جهان و ضمناً باعث یک حریف کشورهای غرب میتونه مشکلات زیادی را در افغانستان حل بسازه اگر روابط خود با افغانستان صادقانه پیش بره و در مقابل اگر طالبا بتونن این رابطه یک مدیریت خوب کنه و قناعت کشور چین هم فراهم بسازه. هرچند نگرانی ها از رقابت قدرت های بزرگ جهان به ویژه چین، امریکا و روسیه در خاک افغانستان وجود دارد، اما امارت اسلامی بارها تاکید کرده است که با همه کشورها توازن در سیاست خارجی خود را حفظ خواهد کرد و به هیچ کشور اجازه نخواهند داد که افغانستان را بار دیگر به میدان رقابت های خود مبدل نمایند. آنس حقانی از اعضای برجسته امارات اسلامی میگوید که زمان جنگ با تفنگ پایان یافته و اکنون زمان مبارزه با قلم است. آقای حقانی که در آکادمی علوم و در نشست رونمایی کتابی که در مورد کارنامه پدرش نگاشته شده است میگوید اگر نسل کنونی افغانستان با استفاده از تکنولوژی نتوانند خدمت کنند، مرتکب خیانت به نسلهای بعدی کشور میشوند. گزارش از فرهناز فریبرز. رونمایی از کتابی که در مورد کارنامه جلال الدین حقانی از رهبران پیشین جهادی نگاشته شده است. حالا اکادمی علوم این کتاب را مورد نقد و بررسی قرار داده است. این کتاب در دو جلد و در بیش از 1000 صفحه توسط یکی از اعضای اکادمی علوم نگاشته شده است. اما مولی صاحب تقریباً کورنۍ یې ډېره ښه وه ځلېدله، خصوصا په دغه امارت په دور کې که سړی دا ویایي په دې باندې حنیس کېږي نه چې دا د حقاني صاحب کورنۍ د حقاني صاحب په شمول د دې سبب سو چې امارت اسلامي متحد وساته. ځینې آثار داسې دي چې د هغې منځپانګ او محتوا د ټولنې په بېلابېلو برخو راسره ښیي. یو له دغه ډول آثارو څخه د لوی مصلح او ستر غازی اثر دی چې د دې اثر منځپانګه د افغانستان د ټولنې د بېلابېلو وګړو، بېلابېلو قشرونو او بېلابېلو خلکو لپاره خپل خپل مات او خپل خپل پیغامونه لري. در این محفل انس حقانی از اعضای برجسته امارت اسلامی و پسر جلال الدین حقانی میگوید که اکنون زمان مبارزه با تفنگ پایان یافته و زمان مبارزه با قلم رسیده است.
آقای حقانی میگوید که اگر نسل کنونی نتواند با استفاده از تکنولوژی خدمت به کشور کند، مرتکب خیانت به نسل های بعدی می شوند. د تور لسیختن د سوک دته منه کوي یو نیم پیدا کیږي سیدا دی هغه دته منه کوي د خپل تاریخ هم ولیک حقیق خپل مکلفیت ادا کړی دی. اوس دغه دغه د قلم د خواندانو مسؤلیت دی. اوس چې الحمدلله افغانستان د استقلال او د خپلواکۍ نه برخمن شوی دی، موږ تاسې جنگ ته ټوپک ته او وژنو ته اړتیا نه لرو. که یو تحمل یو تحمل شوی سلسله وه، یو اشغال و دلته راغله او موږ تاسې مجبوریتونه و دې ته ورسېدو. اوس موږ تاسې د قلمي جهاد په وخت کې. برخی از نزدیکان جلال الدین حقانی هم از مبارزات او در دوران جهاد در برابر شوروی سابق ستایش می کنند. قایمونه د حقانی صاحب په باره کې څوک پوښتنه وکړه، وایي چې دا تموم د آش ته چې تللی هغه نه نیولې تر نن ورځې پورې دا تشریحات روکه. دا وزه چې خدای په موی خبرې نه به یو که توپ ډاک شي. گفتنی است که جلال الدین حقانی یکی از رهبران برجسته جهادی در زمان جهاد در برابر شوروی سابق بود و خانواده او در 20 سال گذشته نقش اساسی در مبارزات امارت اسلامی در برابر آمریکا داشتند. همکنون سراج الدین حقانی پسر ارشدش رهبری وزارت امور داخله را بر عهده دارد. مقام‌های محلی در ولایت پکتیا میگویند مردم این ولایت که در سیلاب‌های اخیر خسارمند شده بودند همچنان به کمک‌های فوری نیاز دارند. ولی پکتیا و دیگر مسئولان این ولایت در یک نشست خبری از نهادهای بین‌المللی خواهان همکاری شدند. مسئولان ریاست زراعت و مالداری ولایت پکتیا میگویند که سیلاب‌ها بیش از 17000 جریب زمین زراعتی این ولایت را تخریب کرده است. سیلاب های اخیر در کشور بسیاری از ولایت ها را خسارمند ساخت، به ویژه ولایت پکتیا را. حالا مقام های محلی این ولایت در یک نشست خبری می گویند که مردم این ولایت هنوز به کمک های فوری نیاز دارند و آنان از نهادهای بین المللی می خواهند به این مردم کمک کنند. همزمان مسئولان ادارات اقتصادی و زراعت این ولایت میگویند که هزاران جریب زمین زراعتی در اثر بارندگی ها تخریب شده و شاهراها نیز آسیب های زیادی دیده است. مجموعی به مختلف ولسوالی که تقریبا اول زرا و اتس و جریب از مکه لمن زدلی ده تخریب شوی ده بزی که تقریبا سرگون و بابون دی پس ده د نورو ځلونو په پرتله سره د ډونرانو او انجوګانو فعالیت او تعداد ډېر کم ده. باید د ډونرانو او انجوګانو فعالیتونو کې د هېواد په سطحه تعادل رامنځته سي او اوسنۍ بشري مرستې چې موجوده ډونرانو او انجوګانو لخوا پکتیا ته ځانګړې شوې پکتیا مشکلاتو او نفوس ته په کتو بسنه نه کوي. در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت پکتیا 300 خانه ویران شده، حدود 500 رسم مواشی از بین رفته و ده ها کیلومتر سرک هم ویران شده است. ادامه خبرها پس از وقفه. حال هم خبرهای اقتصادی. ریاست معدن و پترولیم هرات میگوید در حال حاضر بیش از 20 معدن در این ولایت مستقیما در حال استخراج است و یا هم زیر بررسی قرار دارد. اما در مجموع بیش از 50 معدن مختلف و ویژه معدن سنگهای قیمتی در نقاط مختلف هرات وجود دارد که نیاز به بررسی های بیشتر دارد. رئیس معدن و پترولیم هرات تاکید میکند که تمام ذخایر زیرزمینی زیر کنترل است. با این حال آگاهان به این باورند که فعلا فرصت مناسب برای استخراج معدن است تا حکومت بتواند این گونه به بحران کنونی اقتصادی در کشور نقطه پایان بگذارد. معدن نمک، زغال سنگ، سنگ مرمر همانند گذشته روند استخراج آنها در هرات ادامه دارد. به تازگی معدن کلان آهن هرات که در ولسوالی غوریان قرار دارد نیز زیر بررسی است و به زودی روند استخراج آن شروع می شود. ریاست معدن هرات می گوید طی سالهای گذشته و در نظامهای مختلف حدود 54 معدن در هرات شناسایی شدند. 9 معدن از معدن سنگ مرمر و 5 معدن
از شمول معدن مس و معدن رخام، معدن زغال سنگ و 13 معدن از مواد ساختمانی فعلا تحت پلان استخراجی قرار دارند. آنگونه که ریاست معدن هرات میگوید در حال حاضر 23 معدن در این ولایت در حال استفاده قرار دارند که این اداره سالانه حدود 80 میلیون افغانی از بهر استخراج این معدن عواید جمع‌آوری میکند. آگاهان اقتصادی به این باورند که استخراج معدن، داشتن شاهراهای اساسی و ایجاد بندهای آب و برق از بزرگترین کارها در زمینه شکوفایی اقتصادی می باشد. معدن یگانه امکاناتی که ما فعلا به دسترس داریم و مستقیم می توانیم از او استفاده کنیم و چون به حالت روشن قرار داره معدن کاملا زیر کنترل حاکمیت در کل کشور. بر اساس معلومات اداره معدن و پترولیم هرات در حال حاضر بیش از 500 تن تنها در دو معدن نمک و زغال سنگ هرات مشغول کار هستند. بنان مردم انتظار دارند که با شروع روند استخراج معدن زمینه کار برای بیشتر جوانان فراهم شود. ولی فعلا که این معادن صورت میگیره و استخراج میشه طبیعتا تاثیر خود رو میگذاره و از این جمله که اصلا اگر به تاثیر از اونها نگاه بکنیم بحث خود چوک پا شدن کاریابی در افغانستان میشه و همچنین خود مشغول شدن جوانان در خود بحث کار کسه. اگر اقتصاد افغانستان، اگر استخراج افغانستان استخراج صورت بگیره، معادن از اوی برابرداری صورت بگیره، افغانستان از نگاه اقتصاد خودکفا میشه. طی 20 سال گذشته و با وجود سرمایه های کلان و میلیون ها دلار پول نهادهای کمک کننده، اما هیچ کار زیربنایی به هدف ایجاد شغل و درآمد حکومت انجام نشده است. هرات در حال حاضر بیشتر معادن سنگ های قیمتی را در خود جای داده است. شماره از تاجران در ولایت کندهار میگویند که روند کاروبار تجارتی در بندر اسپین بولدک بهتر شده است. مسئولان در اتاق تجارت این ولسوالی میگویند که داد و ستد تجارتی نسبت به گذشته افزایش 70% دارد، اما هنوز برخی مشکلات برای تاجران حل نشده است. بندر تجارتی ولسوالی اسپین بولدک ولایت کندهار یکی از بنادر عمده کشور محسوب می شود که حالا کاروبار تجارتی در این بندر بهتر شده و برای حل مشکلات مرزی حتی بزرگان محل نیز دست به کار شدند، زیرا در طول تاریخ بزرگان محلی در حل برخی قضایای سیاسی و تجاری میان افغانستان و پاکستان نقش داشتند. پرتغ سرحد باندې چې دا خلک پراته دي دا د شیلو کال سنګي دا د پوش کال سنګي دا تقریبا د امیر ادرام خان او ستا خلک پر دا ده دا وخت چې د تپراتو دا د پاکستان د نسته دا موږ انګریزان کوم د پلاس کې دا خلک د تپراتو. تاجران در ولسوالی سپین بولدک هرچند از کار و بارشان راضی به نظر می رسند، اما از امارت اسلامی می خواهند که با جانب پاکستان وارد مذاکره شوند تا مشکلات فراراه صادرات میوه تازه و خشک را بردارند. نو مر صادرات دې خاصه سم مشکلات په داش پوکي جوړ سي چالت ارتالو نو ورته جوړ سي لاري ورته بن سي د لغړیانو د خو د بل چا د خاص دا موږ د پاکستان پر مشرانو باندې د ژغ کوشش مر سره د ورګروي په دغه باندې چلند وکي مر دواړه اسلامي وادونو سره ورونه یو چې دا کم څوک مر سره مشکلات دروازې واخواته جوړي دی باید په هغه مر سره همکاري وکي. نو موږ د حکومت افغانستان د اسلامي امارت صدا غشتنه لرو چې دا دروازه د لغړیانو د پاره لږ لوړه جوړه کې جلای کې دغه خلکو سره جلای کې وځي خلکو ته سوالات پیدا شي. مسئولان در اتاق تجارت سپین بولدک میگویند که برای تسهیل تجارت کمیته از سوی رهبری این ولایت موظف شده تا کارها به سرعت پیش برود و جلوه فساد هم گرفته شود. گمرکاتو دغه ټول مخ کې فساد ولو پدې کې شک نه ولو وس د امارت سره گمرکات کې تقریبا په دغه گمرک وس د دې وکه صحت ناشتی چې هغه کې استخباراتي او کومنداني د ولسوالۍ نه پردي او د ولایت مقام څه دی او د ګمرک ریاست څه خپل سړی کېسته نو د کمیساری څه سړی لرو دا اوس په سات نهشته مخکې په سات ولو زموږ روایت په دا ډېر سوي دي چې په سات ختم سوی دي او موږ ته دې کار هم کوي بندې نه ده راته راوستلی.
این در حال است که راه‌های منتهی به خط فرضی دیورن هر از گاهی از سوی پاکستان برای مردم و کالاهای تجارتی افغانستان بسته می شود و به همین دلیل تاجران افغان با خسارات زیادی روبرو می شوند. اخیراً وزارت مالیه گفته است که می خواهند فعالیت گمرک سپین بولدک را 24 ساعت بسازند. ادامه خبرها تا لحظات دیگر. ادامه خبرها. مارکت رابعه بلخی در شهر مزار شریف که ویژه زنان است، این روزها کاربران رونق یافته و برای بیش از 300 تن از زنان زمینه کار و آموزش‌های حرفه فراهم کرده است. مسئولان این مارکت می‌گویند که اگر از فعالیت‌های آنان حمایت شود، فعالیت و تولیدات زنان افزایش خواهد یافت. مارکت رابعه بلخی بازار ویژه زنان در شهر مزار شریف است، جایی که در کنار ایجاد فرصت‌های کاری، زمینه آموزش فن و حرفه را نیز برای زنان فراهم ساخته است. مسئولان در این مارکت می‌گویند با ایجاد 4 کارگاه خیاطی برای نزدیک به 300 زن و دختر زمینه آموزش فن و حرفه فراهم شده است. خیاطی، قالین بافی، مهره دوزی و دیگر مهارت‌ها اینجا آموزش داده می‌شود. در مارکت رابعه بلخی تقریبا 4 دستگاه خیاطی است که کارگاه خیاطی در هر کدام از این 100 یا 50 نفر در اوج کار میکنه. دیگر در بخش موردوزی داریم، در بخش قالین بافی داریم. با این حال شماری از زنان در این ولایت که در این مارکت تجارتی مصروف کار هستند، از اینکه برایشان فرصت‌های کاری و آموزش حرفه فراهم شده است، ابراز خرسندی می‌کنند. این زنان خواهان همکاری از سوی حکومت و نهادهای کمک کننده هستند. اگر تو کمک باشه، کمک‌های دفتر یا کمک مایات از باشه، میشه بیشتر شده بر از اینکه زیادتر شده باشه، تولید ما زیادتر شده و کارام خوبتر شود، اقتصاد ما هم خوبتر شود و بتانیم در جامعه یا در مردم خود خدمت کرده بتانیم. از پیش استاد شکریه جان و شکیلا جان خیلی خوش هستیم که بر ما یک کار خیاطی یا اینمی آموزش بر ما فراهم ساخته. بسیار خوش هستم در اینجا آمدم کار میکنم. من هست یک دختر خانم اینجا یک چیزی رو یاد میگیرم که با امرای خانواده یک جایشم چی کنم اقتصاد خانواده من پیش. نبود ماشین خیاطی، کمبود وسایل و نبود مکان مناسب از مشکلات این زنان دانسته می شود. شماره از آموزگاران در بخش خیاطی فعالیت‌های این مرکز تجارتی را برای زنان اثرگذار می دانند و می گویند در صورت همکاری نهادهای کمک کننده، آنان می توانند زمینه فعالیت را برای زنان بیشتر فراهم کنند. ای وقت در این شرایط با وجود که زمینه کار در خانما مساعد نیست، در بخش دولتی این کارگاه یک زمینه است که ما میتونیم از این جای به طریقی درست میتونیم که دیگه خانم ها رو تشویق کنیم تا کوشش کنند حداقل خودشان برای خودشان یک بازو شوه تا ای که دستشان برای کسی دراز نشه و این کارگاه خیلی برای خانم ها یک چیز مفید میباشد. به باور آگاهان اقتصادی، هرچی زنان سرگرم کارهای تجارتی کوچک شوند، به همان میزان اقتصاد خانواده ها بهتر خواهد شد و زنان به سوی خودکفایی اقتصادی نیز گام برخواهند داشت. برای دیدن این مجموعه خبری و خبرهای دیگر به وبسایت ما سر بزنید، آریانا نیوز .af. از توجه و همراهیتان به خبرهای ساعت 8 سپاسگزارم. خدا نگهدار.